به ویدیو دوم آموزشمون خوش اومدین. من اسکرین رکوردر گوشیمو باز بکنم. این ویدیو در مورد اسکنر وحید فریده، یکی از بچه های خیلی خوب برنامه نویسمون. صفحه توییترش رو لینک دیسکریپشن براتون میذارم، حتما فالوش کنین. چندها کاری که باید بکنین، برنامه ترموکس رو دانلود بکنین و نصبش بکنین داخل گوشیتون. این برنامه رو لینک گیتابش رو براتون میذارم، از گوگل پلی دانلود نکنین، حتما از این از لینکی که براتون توی گیتاب میذارم دانلود بکنین. کافیه که لینک رو کپی بکنین و داخل کروم سرچش بکنیم. خب اون لینکی که براتون سازگاره و برنامه‌ای که براتون سازگار هست رو از اینجا دانلود بکنین و نصب بکنین داخل گوشیتون. من چون قبلا این برنامه رو نصبش کردم، برم برنامه رو کلیر دیتا بکنم که از اول شروع بکنیم. تنها کاری که باید بکنین ترموکس رو باز بکنین. خب بعدش باید چی کار بکنیم؟ این دستوراتی که توی چنل تلگرام، صفحه توییتر، لینک دیسکریپشن براتون میذارم رو دونه دونه این کاری که من انجام میدم رو انجام بدین. اینو میزنیم و پیستش میکنیم. بعد اینکه این دستور رو زدین، یه بار این برنامه رو به طور کل ببندین و دوباره بازش بکنین. بعدش باید چیکار بکنیم؟ ترموکسمون رو آپدیت و آپگرید بکنیم. APT update and upgrade خط تیره Y. صبر میکنین تا آپدیت و آپگریدمون تموم بشه. اگر آپدیتتون به طور خودکار انجام نشود، دوتا کد APT list upgradable بعدش APT upgrade رو بزنید تا به طور خودکار آپدیت بکنه. خب بچه ها صبر میکنین تا آپدیتمون تموم بشه. حتما باید APT آپدیت و آپگرید 100% انجام بشه تا بتونیم ادامه مراحل رو پیش بریم. بعد اینکه آپدیت و آپگریدمون تموم شد، میایم لینک دوم رو کپی و پیستش میکنیم. دسترسی ازمون میخواد، بهش دسترسی میدیم. بعدش میخواد پایتون رو نصبش بکنه، پایتون رو میذاریم نصب بکنه. خب بعد اینکه پایتونمون نصب شد، میریم سراغ دستور بعدی. یکی یکی این دستورها رو اجرا میکنیم و خب دستور بعدی
اگر این ارور رو براتون داد، نوشت cannot create directory termux file excited، میگه که پوشه termux قبلا ایجاد شده و شما دارینش. به جای این کد میتونیم بنویسین cd termux با ت بزرگ. خب کد بعدی رو هم کپی میکنیم و پیست میکنیم داخل ترموکسمون تا اجرا بشه. قبل از اینکه کد آخری رو کپی و پیستش بکنیم توی ترموکس مینویسیم ls، بعدش cd، اون متن رو کپی و پیست میکنیم تا وارد اون پوشه بشه، بعدش دستور آخر رو کپی و داخل ترموکسمون پیستش میکنیم تا اجرا بشه. صبر میکنیم تا مراحل انجام بشه، ممکنه 10-20 ثانیه طول بکشه تا نصب بشه. بعدش با دستور ls میخوام محتویات اون پوشه رو ببینیم. بعد اینکه آخرین دستور رو زدیم، یه دونه می‌نویسیم پایتون start.py. میگه مکس آی پی چقدر باشه؟ من اینا رو تغییر نمیدم و دیفالت خودش بمونه 50. میگه مکس پینگتون چقدر باشه؟ 500. من دست نمیزنم. میگه جیترتون چقدر باشه؟ 100 دیفالت بمونه. لیتنسی همون تأخیرتون چقدر باشه؟ من دیفالت 1000 بمونه. میگه اون آی پی رنج آی پی هایی که میخواین حتما داخل آی پی هایی که اسکن میکنیم داخلشون باشه رو میخواین اضافه بکنین، چیزی ما چیزی اضافه نمیکنیم. میگه اون آی پی هایی که میخواین اونا نباشه توی رنج آی پی هاتون ما بازم عوضش نمیکنیم. میگه دیتا سایز چقدر باشه؟ 1024 خوبه. دانلود اسپید 3 مگابایت خوبه. آپلود اسپید 2.0 خوبه. میگه میخوایم اون آی پی آی که پیدا میکنیم رو داخل کلود فلر براتون اد بکنیم رو نمیخوایم. خب الان شروع میکنه به اسکن کردن. بدون فیلتر شکن حتما اسکن رو انجام بدین. خب میبینین که 3 تا آی پی تمیز برامون پیدا کرد، دانلود، آپلود، لیتنسی، جیتر و پینگ رو بهمون میده. میبینین که ردیفی دانلود، سرعت دانلودشون هم خوبه، سرعت آپلودمون، لیتنسی یا همون تأخیرمون رو نشون میده، جیتر رو هم. بعدش هم 3 تا آی پی تمیز در اختیارمون قرار میده. یه چیز دیگه که باید بهتون بگم، شما میتونین رنج آی پی ها رو خودتون هم عوض بکنین. فقط کافیه بیاین داخل فایل منیجرتون و پوشه ترموکس رو باز کنین. اینجا نوشته ipv4.txt، اینو میتونین خودتون ادیت بزنین و آی پی هایی که خودتون دارین، رنج آی پی ها رو، آی پی رو بزنین، اسلش بزنین، 24 آخرش بزنین تا اون رنج آی پی ها رو براتون پیدا بکنه. دیگه چیز خاص دیگه ای نیست. هر سوالی داشتین توی کامنت ها برام بنویسین، حتما جواب بدم. سریع بریم سراغ ویدیو بعدیمون.